سلام دوستان، با آشپزخانه زهره خوش اومدین. امروز میخوام خورشت بامیه درست کنم. دوستان، برای درست کردن خورشت بامیه یه سری راز و رمزاییه که بعد اون رو رعایت کنین تا خورشت بامیه‌تون خوب بشه و بامیه درسته داخل خورش باقی بمونه. ابتدا یک عدد پیاز رو به صورت نگینی خرد میکنیم. بعد از اینکه پیاز رو خرد کردیم، دو قاشق غذاخوری روغن پیازا رو کمی تفت بدیم. بعد از اینکه پیازا رو تفت دادیم، 400 گرم گوشت گوسفندی رو به پیازا اضافه میکنیم و میذاریم تا کمی پیاز با گوشت سرخ بشه. حالا میخواییم بامیه‌مون رو آماده کنیم. 300 گرم بامیه رو توی کاسه آب خیس میکنیم، یه لیوان یخ بهش اضافه میکنیم و میذاریم برای مدت چند دقیقه کاملا خیس بخوره. به اندازه 1/2 لیوان لپرم تو آب خیس میکنیم، چند بار آبش رو عوض میکنیم. حالا بامیه‌هایی که توی آب خیس خوردن رو آب کش میکنیم و میایم برای گرفتن دم بامیه اون رو آماده میکنیم. دوستان، اون قسمت سر بامیه رو تا ته نمیچینیم، چون اون ماده لزجش بیرون میزنه و خورشت ما رو خراب میکنه. و حتما هم بامیه‌هایی که انتخاب میکنین نگاه کنین که هیچ گونه خطی برشی روی بامیه نداشته باشه، وگرنه اون توی خورش وا میره و لیز میشه. آماده کردن بامیه ها، یک قاشق چایخوری زردچوبه، یک قاشق چایخوری فلفل سیاه و یک قاشق چایخوری پودر پاپریکا به گوشتمون اضافه میکنیم و گوشت رو کمی تفت میدیم. بعد یک قاشق غذاخوری سیر خرد شده و دو قاشق غذاخوری رب گوجرم به گوشتمون اضافه میکنیم و رب گوجرم داخل قابلمه‌مون کاملا تفت میدیم که خورشت ما خوش رنگ تر بشه. داخل تابه حدود 3 قاشق غذاخوری روغن می‌ریزیم برای سرخ کردن بامیه و به قابلمه‌مون که رب گوجه هم کمی تف خورده حدود 3 لیوان آب می‌ریزیم تا خورشت ما برای مدت 2 ساعت پخته بشه. یک 1/2 لیوان لپه ای که خیس خورده بودم آبش رو خالی میکنیم و به خورشتمون اضافه میکنیم. بعد از اینکه روغن داغ شد، بامیه ها رو به آرومی داخل روغن قرار میدیم تا اونا رو کمی تفت بدیم. بامیه ها رو زیاد سرخ نمیکنیم، فقط همین کمی سرخ شدن برای بامیه کافیه. بامیارم یک ساعت آخر پخت به خورشتمون اضافه میکنیم که زیاد وا نره و خراب نشه. دوستان، اواخر پخت خورشتمون یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق غذاخوری زعفرون آب کرده و دو قاشق غذاخوری پیاز سرخ شده رو به خورشتمون اضافه میکنیم.
خورشتمون رو میچشیم. خورشت ما آماده شده. یک قاشق غذاخوری آب لیمو به خورشت اضافه میکنیم و اونو در ظرف مورد نظرمون سرو میکنیم. امیدوارم که از این خورش خوشتون اومده باشه و برای خودتون درست کنین. اگه کانالمو دوست داشتین سابسکرایب کنین، ویدیومو لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیوی بعدی و طرز تهیه غذای بعدی، همه شما دوستان نازنینم رو به خدای بزرگ می سپارم.